پشیمون میشید نکنید ازتون خواهش میکنم سجاد شهبازی سجاد شهبازی لازمه درشو بکنی؟ نه درشو بکنی ما سرگیری نداریم خیلی بالا بودن هر یک ایرمینی همون قدر پاکی رو به تو خواهش شروع کاهش آسیب در کشور به صورت یک دی آی سی در تهران در حوالی دروازه غار بود که این افراد می رفتن به کارتون خوابا اونجا پکیج تمام یه بار مصرف سرنگ رو می دادن و بعد تشریح می کردن اینا رو که بیان به اون مرکز دراپین سنتری که اونجا تو دروازه غار بود اینا کم کم تشریح شد آمدن اونجا و متادون دریافت کردن این پایه در حقیقت داروی جایگزینی متادون و دادن سرنگ و تشویق به بسال تک بود. بعد این برنامه وسعت پیدا کرد و با نگرش مثبتی که در فرماندهی جدید نیروی انتظامی بود این برنامه به سرعت پیشرفت کرد. دیگه کسی رو به زندان برای خاطر اعتیاد نفرستادن به شرطی که بیاد بخواد بیاد به دی آی سی و متادون بگیره که اسمش رو گذاشتن درمان پلیس مدار. من از 6 سال پیش به این مرکز مراجعه میکنم. دارو میگیرم. خودم و بچه و شوهرم مبتلا هستیم. شوهرم از زندان کرج قزلستان به بیماری دچار شده. ما نفهمیدیم اول. از طریق بچه هم قده لنگوافیش اوت کرد فهمیدیم که ما این مریضی رو داریم. تقریبا 4 سال فهمیدیم که بچه هم مبتلاه. بعد الان هم طی مدت رفت آمدمون توی بیمارستان دارو میگیریم ولی من خودم داروامو کامل نخوردم که به این روز افتادم. بدنم عفونت برداشته. اینجا مشاورش خوبه، رفتارش پرستاراشون خوبه. به من گفتن باید از مثلا آرایشگاه میرم، دندان پزشکی میرم، یه جای عمومی بگم که من مریضی دارم که کسانی دیگه دچار بیماری نشن. ما که موارد جدیدمون دیگه فرد معتاد نیست. متاسفانه الان دیگه پترن اپیدمیولوژی ما رفته روی تماس جنسی. در مورد تماس جنسی آگاهی دادن خیلی اهمیت داره که متاسفانه مس مدیا در این مورد سکوت کرده و راجع به تماس جنسی و استفاده از کاندوم صحبت نمی‌کنه. پیشگیری از این قسمت یه ذره شفاف نیست و یه ذره کم رنگ شده. حدود 7-8 سال پیش اینجا تحت درمان بودم توی این بیمارستان و
بعد به دلیل سابقه هنری که داشتم توی کارهای معرق‌کاری و موسیقی و اینا فعالیت داشتم و دکتر مهرز اطلاع داشتن از این موضوع، به درخواست ایشون تصمیم بر این شد که من داخل این باشگاه بیام به کسایی که تحت درمان هستن آموزش بدم این کارا رو. و الان حدود 4.5 سالمه که توی این اتاق من دارم به تعدادی حدود 30 نفر از بچه ها کار معرق رو به طور کامل یاد گرفتن، که معرق کاری کار خیلی سختی هم هستش، این کار رو کامل یاد گرفتن. حدود 7-8-10 نفر شاگرد موسیقی دارم که دارن تار و ستار یاد میگیرن.